سلام علیکم. و علیکم السلام. میتونم سوالی بپرسم؟ بفرمایید. ما قصد داریم قربانی انجام بدیم و میخواییم اجا قربانی کردن رو بدونیم. قربانی بهترین عملیه که در روز عید به الله عز و جل نزدیک میشوی. اشکالی نداره یه مرغ قربانی کنم؟ قربانی شما باید از گاو و گوسفند و شتر باشه، اما مرغ برای شام بذار. تشکر شیخ. سوالی دارم، میشه به جای انسان مرده قربانی کنیم؟ در اصل قربانی برای انسان زنده است، ولی اشکال نداره به جای شخص مرده هم قربانی کنی، ولی بهتره که انسان برای خودش و خانوادش قربانی کنه و برای زندگان و مردگان هم نیت کنه. آیا لازم قربانی بکنم؟ تواناییشو داری؟ توانایی؟ توانایی یعنی چی شیخ؟ توانایی یعنی اینکه پول داری؟ بله پول دارم. پس بر شما سنت مؤکده که قربانی کنی. اشکالی نداره که پول به انجمنهای خیریه خارج از شهر خودمون بدیم؟ جایزه، ولی بهتره که قربانی در خانه خودت انجام بدی و خانوادت هم ببینن و با دست خودت انجام بدی. و اگر تواناییشو داری یک قربانی در خونه انجام بده و یک قربانی در خارج شهر. این بهتر و نیکوتره. ببخشید شیخ، من شنیدم کسی که قصد قربانی داره نباید موها و ناخن‌هاش رو کوتاه کنه، درسته؟ بله، در حدیث اومده هنگامی که ماه ذی‌الحجه شروع شد و کسی از شما قصد قربانی داشت، موها و ناخن‌هاش رو کوتاه نکنه، و اگر کسی دیر نیت کرد، از وقتی که نیت کرده موها و ناخن‌هاش رو کوتاه نکنه. ببخشید شیخ، من میخوام گوسفندی قربانی کنم، آیا سن و سال معینی داره؟ بله، بز 1 سال تمام کرده باشه و گوسفند یا میش 6 ماهه باشه. ببخشید شیخ، چه عیب هایی در قربانی مطرح هست؟ مواظب باش، قربانی که کور یا بیمار یا لنگ یا لاغر باشه پذیرفته نمیشه. میبینی هیچ عیبی نداره، سالمه، چاق و چله است. ببخشید شیخ، دقیقا وقت قربانی از کی شروع میشه؟ وقت قربانی از بعد نماز عید شروع میشه تا غروب روز 13 ذی‌الحجه و جایز شب یا روز قربانی کنی. برای قربانی روش و آداب خاصی هست؟ بله، مهمترین آن رو به قبله گذاشتن قربانی، با چاقوی تیز به گونه‌ای که حیوان اذیت نشه گردن و مری و دو شاهرگ اصلی رو میبری و میگی بسم الله الله اکبر. قبل از قربانی چیزی لازمه بگیم؟ بله، میگی بسم الله الله اکبر، پروردگارا این قربانی برای تو و برای رضای توست. بعد دعا میکنی که الله متعال از تو قبول کنه. بعد میگی پروردگارا از من قبول بفرما، اگر قربانی برای خودت بود، و اگر قربانی برای کسی دیگری بود میگی پروردگارا از فلانی قبول کن. ببخشید شیخ، گوشت قربانی چگونه تقسیم کنیم؟ بهتره که به 3 قسمت تقسیم کنی. 1 قسمت برای خودت که میخوری، 1 قسمت هم به نیازمندان بدی، 1 قسمت هم به کسی که دوست داری هدیه میدی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید بخورید و غذا بدهید و ذخیره کنید.